سرخط خبرها. پاکستان از طالبان افغان می خواهد علی طالبان پاکستانی اقدام نظامی کنند. ایران در رابطه با سفر احمد مسعود به مشهد، این سفر با آگاهی طالبان صورت گرفت. خلبانان ارتش افغانستان در تاجیکستان در بازداشت به سر می برند. در پایان، طالبان مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و دیگر رهبران جهادی افغانستان را از صحنه سیاسی افغانستان برای همیشه حذف کردند. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. سفیر پاکستان در کابل گفته است که در صورت شکست مذاکرات صلح میان دولت این کشور و تحریک طالبان پاکستانی، طالبان افغانستانی علی آنان اقدام نظامی خواهند کرد. با گزارش اسپورنیک به نقل از رسانه ها، منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل به یک رسانه پاکستانی گفته است که در صورت شکست مذاکرات صلح میان دولت این کشور و تحریک طالبان پاکستانی، طالبان افغانستانی علی آنان اقدام نظامی خواهند کرد. اکسپرس تریبیوت گزارش داده است که حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان پس از مذاکرات صلح بر سر آتش بس یک ماهه توافق کردند. در این گزارش آمده است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله حکومت سرپرست طالبان نقش میانجی را میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور ایفا کرده است. در همین حال منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان به این رسانه گفته است: من نمیتوانم گزارش های گفتگو میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان را تایید یا تکذیب کنم. او خاطر نشان کرده است که تعامل با تحریک طالبان پاکستان باید در چارچوب تلاش های ضد تروریسم و استراتژی مورد توافق دو طرف انجام شود. سفیر پاکستان افزوده که حکومت سرپرست طالبان به ما اطمینان داده است که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نخواهد داد. پیش از این نیز گزارش های مبنی بر آغاز گفتگوها میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان با پادرمیانی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان به نشر رسیده بود. ایران در رابطه با سفر احمد مسعود به مشهد، این سفر با آگاهی طالبان صورت گرفت. چند روز پس از نشر گزارش ها درباره سفر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی به ایران، وزارت خارجه این کشور میگوید که همه سفرهای مرتبط با افغانستان به ایران با آگاهی دولت طالبان در کابل انجام می شود. با گزارش اسپوتنیک سید خطیب زاده سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در نشست خبری امروز 17 مقرب درباره صحت یا سقم سفر احمد مسعود به ایران گفت: سفرهای انجام شده با موضوع افغانستان عادی و با آگاهی کابل و دوستان در بخش ها و گروه های مختلف افغانستانی انجام شده و می شود و هفته گذشته درباره صادرات برق سفر به افغانستان انجام شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسش درباره سفر احمد مسعود به این کشور گفت: سفرها به ایران با آگاهی کابل و دوستان در جهات مختلف جامعه مدنی و گروه های افغانستانی انجام شده است. او افزود هفته که گذشت در خصوص توافق بین شرکت های برق ایران و افغانستان درباره صادرات برق سفر انجام شد. او مشخصاً به سفر رهبر جبهه مقاومت ملی به مشهد اشاره نکرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گفت که کاظمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به زودی سفر به کابل خواهد داشت و این رفت آمدها بین کشورهای همسایه در جریان بوده و ادامه خواهد یافت. هفته گذشته منابع اسپوتنیک گزارش دادند که احمد مسعود اخیراً به مشهد سفر کرده و با اسماعیل خان از فرماندهان جهادی افغانستان دیدار کرده است. تاجیکستان و ایران پس از تسلط طالبان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. تاجیکستان بارها از کابینه قومی طالبان انتقاد کرده و تنش‌ها میان این دو کشور و طالبان تا حد استقرار نظامیان در دو سوی مرز پیش رفته است. ایران اما روابط خود با طالبان را حفظ کرده و چند مقام ایرانی به افغانستان سفرهایی داشتند. خلبانان ارتش افغانستان در تاجیکستان در بازداشت به سر میبرند. رسانه های امریکایی گزارش دادند که نزدیک به 150 خلبان و خدمه هواپیمای ارتش افغانستان در تاجیکستان در زندان به سر میبرند.
با گزارش اسپوتنیک، روزنامه نیویورک تایمز اخیراً گزارش داده است که دست کم 143 خلبان و کمک خلبان های ارتش افغانستان که در روز سقوط به تاجیکستان رفته بودند در این کشور در بازداشت به سر می برند. یکی از خلبانان بازداشت شده در تاجیکستان به این رسانه گفته است که در حال حاضر چندین هزار خلبان و خدمه هواپیما و کارکنان نیروهای هوایی دیگر افغانستان پنهان شدند و احساس میکنند توسط ارتش آمریکا رها شدند. با گفته او اکنون این خلبانها و کارکنان هوایی و خانواده هایشان پنهان هستند و با خطر جدی مواجه می باشند. این خلبانان بازداشت شده نیروهای ارتش افغانستان به نیویورک تایمز گفته است ما به ارتش و دولت امریکا اعتماد داشتیم که به ما کمک می کند و ما را از این وضعیت خارج می کنند. از سوی هم یک عضو نیروهای هوایی پیشین کشور در یک تماس تلفنی به این روزنامه گفته است که 5 سال با نیروهای امریکایی کار کرده و در حال حاضر او و همکارانش از سوی این کشور فراموش شدند. طالبان، مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور و دیگر رهبران جهادی افغانستان را از صحنه سیاسی افغانستان برای همیشه حذف کردند. به نقل از پست تویتر بشیر احمد قاسانی، ذبیح الله مجاهد به تلویزیون یک گفته است که قدرت و کرسی های دولتی با سیاسون پیشین تقسیم نمی شود. خلیلزاد، عدم تمایل دو طرف به رسیدن به یک توافق امریکا را دل سرد ساخت. نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید توافقنامه دوحه میان ایالات متحده و طالبان یک فرصت خوب را برای رسیدن به صلح ایجاد کرد، اما دو طرف گفتگو از این فرصت استفاده نکردند. با گزارش اسپوتنیک، زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان در گفتگوی ویژه با تولو نیوز گفت که در روزهای پیش از سقوط کابل توافق شده بود تا نیروهای طالبان وارد کابل نشوند و تا دو هفته روی یک حکومت همشمول موافقه شود. خلیلزاد میگوید که او در این باره با ملا برادر و تیم مذاکره کننده طالبان گفتگو کرده بود و قرار بود شمار از سیاسیون و یک تیم با صلاحیت از حکومت پیشین به دوحه بروند و با طالبان روی یک حکومت همشمول موافقه کنند. او میگوید توافق طوری بود که طالبان داخل کابل نشوند و یک تعداد قوایشان هم که بود بیرون میآیند. در عین زمان یک هیئت از کابل میآید و در دو هفته روی یک حکومت همشمول موافقه می شود. با گفته خلیلزاد قرار بر این شده بود که فیصله هیئت‌ها در دوحه روی حکومت همشمول لهایی باشد و اشرف غنی نیز آن را پذیرفته بود. با گفته او این حکومت همشمول برای یک دوره موقت در نظر گرفته شده بود. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.